سرهنگ واین ماروتو سخنگوی نیروهای ائتلاف در توییتی اعلام کرد که پایگاه انول اسد هدف چهارده راکت قرار گرفته. به گفته سرهنگ ماروتو دو تن در این حملات راکتی مجروح شده اند و سیستم های دفاعی این پایگاه هم فعال شده اند. رسانه نیروهای امنیتی عراق تصویر پرتاب کننده این راکت ها را منتشر کرد که در یک کامیون باری حامل آرجا سازی شده بود. این کامیون باری در یک منطقه مسکونی راکت ها را شلیک کرده بود که خساراتی به منازل مردم و یک مسجد وارد کرد. یه یا رسول سخنگوی نیروهای مسلح عراق حملات به فرودگاه اربیل و پایگاه عین الاسد را حملات تروریستی خواند و گفت دشمنان عراق امنیت، حاکمیت ملی و مردم کشور را هدف قرار دادند. نیروهای سوریه دموکراتیک هم اعلام کردند میدان نفتی عمر در استان درزور در شمال شرق سوریه هدف حمله قرار گرفته اما این حمله شکست خورده و خسارت جانی نداشته دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارشی اعلام کرد که این حمله توسط پهباد صورت گرفته شب گذشته نیز فرودگاه اربیل هدف حمله پهبادی قرار گرفت به گفته نیروهای اعتلاف و اقلیم کردستان عراق این حمله خسارات جانی و مالی نداشته کانال تلگرامی وابسته به هشت شبی میگوید فرودگاه بین المللی اربیل با 14 راکت هدف قرار گرفته اما نیروهای ضد تروریسم اقلیم کردستان اعلام کردن حمله توسط یک پهپاد انفجاری انجام شده هر سه پایگاه در اربیل انبار و درازور محل استقرار نیروهای آمریکایی هستند این حملات به پایگاه های آمریکا دو روز پس از تهدید ابو علا کل دبیر کل کتایب سیدالشهدا از گروه های شیعه عراقی مبنی بر آغاز جنگ همه آنها علیه آمریکا صورت گرفت. سوران خاطری صدای آمریکا اربیل